هاتون مشخص کنم و بهتون بگم که فقط از یه حیوان بی پدر مادر بی همه چیز به اسم امیر تتلو فقط دوری کنید و حتی موسیقاش هم گوش ندید که این آدم یک بی پدر مادر یک حرومزاده اصلا نمیشه چیز توصیف کردنی برای حرومزادگی و بی‌ناموس بودن و آشغال بودن این آدم نمیشه مثال زد. کسی که آرزوی مرگ مادر خودش رو سر سال تحمیل میکنه میگه که من منتظرم فقط مامانم بمیره تا درای خوشبختی به رو پس باز بشه. این آدم مریضترین و بدبختترین و حرومزاده ترین و بی‌ناموس‌ترین و خارپسته ترین و مادر جنده ترین آدم رو کره زمینه و ازتون خواهش میکنم آدمایی که هنوز به آهنگای این مریض روانی گوش میدین بهش عشق میدین این آدم دیگه دورش تموم شد. این آدم مریضه، این آدم روانیه. منو دو هفته تو خونه بی صاحبش حبس کرده بود توی اتاق این زندان واسم فضا میاد با جلو موزاش موهامو کچل کرده و اینکه گوشیمو برداشته خورد کرده به زور عکس و استوری گربه هامو برداشت آورد توی خونهش و گفتش که اگه نقش بازی نکنی که خوبی جلوی نوازنده هم نمیدونم جلوی بقیه تا کنسرت نیای گربه ها تو میکشم. این آدم میگه گیاه ها تو پوز خوردی هر روزاده بی ناموزه بی همه چیز تو گیاه هاری هر روز صد تا هورمون سگ و اسب و شغال تو خودت شروع میکنی تو گیاه هاری که دختر مردم میگیری مثل حیوان میزنی. این آدم حیوانی آدم چیه؟ حیف حیوان آدم اصلا نمیشه روی این اسم گذاشت روی این آشغال بی همه چیز. و اینکه ازتون خواهش میکنم که سمت این آدم مریض روانی نریم. من یک روز واسه تتو رفتم پیشش و زندگیم سیاه شد. تو دو هفته پرده گوش من پاره شده، دندم آسیب دیده، مو برداشته، همه پام کبوده، سرم کلن کبوده. فیلم گوشم هم واسه تو میزنم چه بله سرم آورده بود. دو هفته من حبس کرد تو اتاق که یه وقت من نتونم به هم بیرون ازش شکایت کنم. هر روزش با کتک و جنگ اعصاب و مثل زندان زندان واقعی. اون کسایی هم که پیشش موندن واقعا به نظر من بدبخترین و بیچارترین آدم های رو کره زمین هم که کنار همچه آدم بی ناموس بی همه چیزی دارن زندگی میکنن. و اینکه من الان کل زندگیم تو خونه این آدمه، وسایل تتو، گربه هم، همه زندگیم گوشی مشکونده، میگم پرده گوشه هم پاره کرده، دندم آسیده و من از نازم آدم شکایت کردم امروز و میخوام بگم که تو آخرین لحظه تو باید مرگم هم شده پیش میبرم شکایتو و از کوچکترین چیزی هم نمیترسم و یه بلایی من سر این آدم خواهم آورد که دیگه سلطان در کونش نبندن که بخواد اینقدر وحشی و هار و غیر قابل کنترل بشه. تو انم نیستی سلطان. سلطان خیلی یه مش بدبخت اسکل نفهمی که هنوز دنیا رو ندیدن، چهار تا چیز رو ندیدن، این خود گوزو هم بدونی از سلطان. تو انی تو هیچ انی نیستی بدبخت بیچاره. خواستم بگم که من ناراضی بودم از این فیلم و عکسایی که ازم گذاشتش همش به زور بود. الان گربه های من تو خونه این آدم کثیفن و دیگه من حتی قید همه چیم رو زدم و الان فقط هم صحبت میکنم که چون کنسرت هم داشتش توی آنتلیا دختری نره پیشش بشه این احمق حرومزاده گولشو بخوره. این آدم محتاج توجه فقط یه مش دروغ میبافه که نمیدونم آی سحر قرشی نمیدونم
گرفت واسه مامانش فرستاد، مامانش پخش کرد عکس و فیلم رو، بعد اومد علکی فلان کرد، آی نمیدونم دوست دختر قبلیم غزل فلان بود، اومد ازم پول کندش. اومد آخه بی ناموسه بی همه چیز، تو گوشی منو گرفتی شیکوندی، 100 میلیون پول گوشی موشو گرفتی شیکوندی، پرده گوشم پاره کردی، دندم رو زدی له کردی، همه سرم کبوده، موهام رو کوتاه کردی، گردنم رو برداشتی، اسم خودتو به زور نوشتی، تدوم رو برداشتی، زخم کردی، پاک کردی، هر بله اختلاط خواستم رو بردی و آخر واسه یه کفش کانورسی که واسه من گرفته بود که بخوام باهاش برم کنسرت، نانم اومده کفش رو داره از پای من در میاره. بابا تو مگه داریم اینقدر حرومزاده، اینقدر بی‌ناموس؟ امروز تو هتل فکر کنم خیلی از ایرانی ها دیدن حال من و چجوری داشتم گریه میکردم و چجوری کتک خورده بودم، و فقط از نتون میخوام که اگه اومدین واسه کنسرت این بی‌ناموس حرومزاده و وقتتون رو تلف کردین و بهش گوش دادین، به هیچ عنوان سمت این آدم نرید، این آدم روانی مریض مشکل داره، این آدم واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم واسه تون که چقدر حرومزاده است. حالا به موقعش تک تک برامه که سرمابرده و کاره که کردن واسه تون توصیف میدم که آخرم پردشه میگنه میدونم کچل فلان اومده پرستو. بابا تو انکی باشی که بخواد پرستو بیا سندت، من پرستو هم بخواهم بشم پرستو توی مادر جنده نمیام بشم. از روز اول وردش ما هم کوتاه کردی، گوشی موشی کردی، حبسم کردی تو اتاق 2 هفته، به زور آوردی من آنتالیا بی همه چیز. فقط ازتون خواهش میکنم که این آدم منفور رو بیشتر از این نه گوش بدین، نه واقعا این جزء دسته نه حیوان ها نه انسان چی حساب نمیشه، این یه حرومزاده بی همه کس بیش نیست. براتون توضیحات کامل میدم، من بعد 2 هفته 3 هفته نمیدونم تازه آزاد شدم و پیجم برگردونم. به ازتون خواهش